اکثر از استاد نسیم سروری که ببین غروب کاروانی هست با رنگ های ایمپرسیونیستی، عرض تابلو 3 متر و 50 در ارتفاع، عرض داره ارتفاع هم 130 سم. تابلو با 5 شطور نقاشی شده که 5 شطور این با یک سروان تعداد افتاد در این مسیر حرکت می کنند. نقاشی کلن در این دامنه کوه هست که کوه‌های هست با رنگ‌های بسیار زیبا، رنگ‌های ایمپرسیونیستی نقاشی شده و این غروب هست که آفتاب غروب شده و تاریک میشه، شب میشه. در این قسمت جنگل‌ها هست، درخت‌های بسیار دور که با این ساحل جدا هست، میدانی بسیار فاصله تا محل. در اینجا هم سنگ های باز هم با رنگ های ایمپرسیونیستی و امضای استاد در اینجا هست. گیاه و مختار در این مسیر شطور حرکت می کنند. رنگ های ایمپرسیونیستی بسیار زیبا در این قسمت زده شده. این شطور ها هم با این رنگ ها رنگ های لایت و آی لایت افرادی که اینجا حرکت می کنند هستند. دیده می شن در این پول اولی سه تا پول هست که عبور میکنه از این پول و رنگ های خود آفتاب، رنگ آفتاب که روی کرد رنگ نارنجی به زیبایی روی آب احساس میکنه که باز هم با رنگ های بسیار زیبا استاد نقاشی کرده. در اینجا در حال حرکت هستن، تعداد شطورها اینها دارن به یک مسیری حرکت میکنن و تعداد خانم ها هستن، شطورها سوار هستن. در اینجا هم روستا هست، اشراق انسان های زندگی می کنند، مستقل نقاشی کرده. این منظره رو به یک اساس که در بعضی از جلگاه های بعضی از منطقه ما خورن در منطقه آسیای میانه اشایر ها به این شکل زندگی می کنند. در این قسمت تابلو هم کوه هست، کوه می پیونده به بین یک ساحل، یک تنگل، یک دریچه که بسته شده. باز هم در اینجا رنگ های مختلف رنگ های پرسنوزدی ما احساس بکنیم. در قسمت های کوه ها هم رنگ های صورتی، رنگ روشن مطمئن، رنگ غروب آفتاب هست که ما روید میکنیم. کوه ها هم جدا هست از یک دیگر. در اینجا هم سایه های کوه کلن جدا هستن. کوه اول دوم سوم به سمت پایین صعود میکنن. این قسمت ها نمایش آثار عصر معاصر هست که کسهای به این شکل اینها رو طراحی و دیزاین کردن. چیزی که استاد میخواسته در این تابلو بگه، میخواسته اینو بفهمونید که اشایرهای آسیای میانه و کوچیکها و مردمهای کوهنشین و مردمهایی که مالدار و دامدار هستن در این شکل زندگی میکنن و با شطور از یک وسیله به عنوان وسیله نبردار و وسیله شخص بر معلومات استفاده می کنند. در این قسمت ورودی هست که درخت به یک جای آب هست که این بسیار شفاف و زلال به نظر می رسه برای این برای پرسنیستی سنگ و اینجا تابلو بسیار درشت به رنگ های کاردک و افزار خاص نقاشی شده. در این قسمت هم این قسمت هایی که جنگل هست که اینجا درخت ها بودی تا احتمال ادامه کوه و در اینجا رنگ های بسیار رنگ سبز که بسیار سرسبز از این کوه نمایش داده شده. یک کوه تاریک تر هست، کوه اول و دوم در اینجا که و این تابلو نشأت میگیره از مردم های اشایر، مردم های کوهنشین و بومی بودن و اصالت خود استاد نصرالله سروری در عصر معاصر اکثر تابلوهای خود را شکل نمایان کرده تا خیلی افراد به این موضوع پی ببرند و بتوانند حرف استاد رو احساس بکنند. خواسته احساس دونی نقاش، نقاش خواسته احساس دونی خود بلکه با رنگ و شکل و اشیاء و نوع اثر و خلق کردن اثر در عصر معاصر بفهمونه.
در خیلی زیبای اینجا ما احساس میکنیم که در این محل از آب هست که نور آفتاب رفلکس شده و اینجا بسیار زیبا هست. این یکی از تابلوهای خیلی خوب استاد هست که برای اینکه یک تعداد از این تابلوها این تا با دیزاین های مختلف آثار نقاشی کرده. بیشتر استاد نصرالله سرگرمی کردنی من به آثار معاصر در بومی محل بوده که نقاشی کرده و از این دار وقتی پرون به چلوخ اینها رو بیشتر نشان میده. در اینجا هم رنگ های آسمان بسیار رنگ های نارنجی رنگ های قریز رنگ های جدی استفاده کرده در هر دو قسمتی از فضای کهکشان های آسمان که ما رو یاد میکنیم. این تابلو هم یک از آثار خوبی آثار هست.